سلام میکنم به شما و ممنونم که این برنامه رو پذیرفت دیدید و به من این فرصت رو دادید که پیشتون باشم. یکی از خوشحالی های من این سالها اینه که شهر به شهر دارم میرم، یک کاری که تاله کسی نکرده و بچه های زبده جامعهم و کشورم رو تاچ میکنم، باشون ارتباط میگیرم، باشون قضا میکنم، باشون کار میکنم، حرف میزنم و یه همکاری داشتم چند سال پیش به من گفت آقای معروفی من بچه ها میخوام تنبیه کنم چی کار کنم؟ گفتم یعنی چی؟ دو تا بچه مثلا 4 ساله 6 ساله داره، من چرا میخوای تنبیه کنی؟ و حرف من گوش نمی کنم. بودم خواهی یه راهی پیدا کنی که گوش کنم، چرا میخوای تنبیه کنی؟ بچه ها که تنبیه نمی کنن. و یه جمله اومد تو ذهنم، گفتم اسم دخترش هلیاست، گفتم هلیا یه پرس غذا رو نمیتونه کامل بخوره، یک چهارمشو میخوره، یه یک هشتمشو میخوره، تو فکر میکنی این یک هشتم آدمه در حالی که اون یک آدم کامله و از تو کاملتره و باید بدونی که دو تا از بهترین بچه های این 2-7 میلیارد تو خونه تو دارن بزرگ بشن. من تو شهرهایی هم که میرم به همه شماها میگم، شماها گلهای سرسبد کشور من هستید و با بعضی ها که میان مثلا 5 سال، 4 سال، 6 سال میخوان دکتراشون رو بگیرن بعد زندگیشون رو شروع کنن، من خیلی مخالفم، میگم همین الان چرا زندگی نمیکنی؟ چرا همین الان سختی میکشی؟ نمیدونم اینو نمیخورم، این کارو نمیکنم، اون راه نمیرم، دیسکو نمیرم، نمیرقصم، هیچ کاری نمیکنم، بعد میخوام دکتر بشم، بعد خب اصلا شاید نشی. بنابراین زندگی از همین الان شروع میشه، یعنی همین الان که شما توش جریان دارین زندگیه. منم به عنوان وظیفه وارد این کار نشدم، من این 30 ساعتی که با شما کار میکنم که البته بیشتر خواهد بود، روزهایی که با شما هستم بخشی از عمر منه، بخشی از زندگی منه، یعنی اومدم که با اتون زندگی کنم. من خیلی آدم پرکاری بودم، غیر از کارهای ادبی من 3 سال و نیم مدیر ارکستر سمفونیک و مدیر اجرای صحنه‌ای تالار رودکی بودم. بعد از انقلاب هر چی موزیک از شجریان و ناظری و علیزاده و هر چی کلن موزیک از ارکستر سمفونیک و اینا آمده من بردم رو صحنه، یه چیزی بوده 600 اجرا بردم روی صحنه، منتها پشت یه اسمی که اصلا دیده نمیشه، نمیخواستم چهره اون نویسنده خراب بشه، فقط اونجا کار میکردم و اختیار تام داشتم و زمانی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بعدم که اخراجمون کردن و راحت شدیم، ما اومدیم کار دیگه. و همیشه در طول کارهای نوشتن من کارهای موازی کردم، یعنی نظارت چاپ کردم که مثلا کتاب هایی مخصد چاپ بشه، کیفیت چاپ نظارت داشته باشم بهش سالها. بعد توی آلمان کار چاپ یاد گرفتم، کار صحافی یاد گرفتم، تمام کتاب هایی که میبینید خودم چاپ میکنم، خودم صحافی میکنم، خودم میبرم و خوشحالم که میتونم کار کنم، سالمم میتونم کار کنم، هفته دو شب هم میرم ورزش میکنم، سیگارم کمی میکشم. تمام خلاف من همین دیگه در سیگار. من خوشبختانه شاهد یه اتفاقایی بودم توی جامعه، با 2 نسل 3 نسل کار کردم، یعنی یه جاهایی که شبی رو مثلا با نصرت رحمانی و احمد شاملو به صبح رسوندم، چون خیلی زود وارد کانون نویسندگان شدم، خیلی 19 ساله بودم وارد شدم. بعد با سپانلو، گلشیری، شاملو، دانشور، بهبهانی با اینا بر خوردم. از این ور با یه نسل جوان کار کردم. بعد خیلی دلم میخواستم همیشه که نویسنده ها وقتی زنده هستن، هنرمنده ها وقتی زنده هستن مورد تقدیر قرار بگیرن. برای همین سال 73
بکنم اون موقع اصلا نبود، هم اولیش بود، تنها جایزه ادبی بود. البته خب لطوفارمون هم کردم، قلم زرین گردون رو بنیان گذاشتیم و جایزه دادیم، مثلا محمد قاضی، بهرام بیضایی، غزاله علیزاده، بیژن نجدی، احمد محمود، اسماعیل فصیح، اکبر رادی، اینا همه برنده های این دو دوره بودن تو سال 74. و بعدم خب دیگه مجله هم تعطیل شد، اومدم بیرون. یه 4 سالی مدیر بخش فرهنگی رادیو زمانه بودم، اونجا هم باز شاهد ادبیات داخل ایران و خارج ایران بودم. حاصلش حالا بهتون میگم چی شد. من تو اون 4 سال یه چیزی حدود 700 برنامه ادبی ساختم، تهیه کننده بودم از داخل و خارج. یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم 100 داستان با صدای نویسندگان، یعنی خیلی از این نویسنده ها دیگه نیستن ولی 100 داستان با صداشون ضبط کردیم از بهترین داستانشون، که این رو به زودی توی سایتی منتشر خواهیم کرد. توی این دوره که با زمانه کار میکردم یه جایزه دیگه هم اونجا رو انداختیم به نام قلم زرین زمانه، که بازم فکر کنم 700 نفر از سراسر دنیا شرکت کردم، یه تعدادی برنده شدم. پیمان هوشمندزاده نفر اول اون داستان شد، اون ماجرا شد. بعد تیرگان تورنتو را افتاد که بزرگترین فستیوال هنری فرهنگی ایرانی های خارج از کشور، یه فستیوالی که 130,000 بیننده داره و استقبال در سطح کل شهر تورنتو هست، اصلا خیلی وسیعه. ما 2 سال پیش یک جایزه‌ای دادیم اونجا به نام جایزه قلم، به اصطلاح مسابقه داستان نویسی تیرگان. سال اول حدود 460 داستان شرکت کرد، 15 نفر به مرحله نهایی رسیدن. و شیوه این داوری ها اینجوری هستش که اسم نویسنده به وسیله یک آدمی که منشی این ماجراست، اسم نویسنده برداشته میشه، یک کد ما میدیم دیگه. وقتی میره دست داورا، داورا با پیش داوری ندارن که این نویسنده معروفه یا شناخته شده نیست یا چی، فقط داستان میخونه. سال اول 15 داستان اومد بالا که 3 نفر اول، دوم، سوم شدن، جایزه هاشون گرفتن. سال دوم هم 27 از بین 600 داستان، 27 داستان اومد بالا که از این 27 داستان با 3 نفر اول، دوم، سوم شدن. خوشبختانه 2 نفر امروزش هم به خانم صنعتی میگفتم، 2 نفر اولش خانم ها هستن. نفر اولش از تورنتو الان مهمان ما هست، خانم گلریز عباسپور. تقریبا 1 سال و خورده ای پیش کارگاه من اومده و به هر حال نفر اول این امسال شده. یکی از داستان نویسای خوب ماست و یکی از امیدهای داستان نویسی ایران. به هر حال خیلی خوش آمد. بعد همینجوری باز هم ادامه داره، یعنی ما سال آینده هم در تیرگان مسابقه رو داریم، امیدوارم شما هم شرکت کنیم. ما باز اسماتون رو بر میداریم. و در کلگری که بودم یه اتفاقی افتاد و اونجا نوشتم. من همیشه تو سالهای زندگیم همیشه میگفتم منتظرم یه جوان 25 ساله بیاد یه آسر کنه. توی کارگاه کلگری من یه سری کار دادم، موضوع دادم که کار کنن، کارهای خلاق. یه دختر 22 ساله اصفهانی به نام ستاره، به نظر من اون همون آدمی است که من منتظرش بودم و هر چی می نوشت شاهکار بود، یعنی بی‌نظیر بود. دانشجوی فوق لیسانس کامپیوتر از این بچه نابغه هاست. و بعد دوستش، دوست پسرش هم
اولین ایرانیه که در فیزیک اتمی تو نیچر مقاله داره. شما میدونید نیچر هر کسی رو راه نمیده و اون هم نویسنده بسیار خوبیه. اینا خوشحالی های منه، اینا سرمایه های منه و همه شما که اینجا هستید، تک تکتون از هزاران چاه نفت دردش بده. من خوشحالم که باهاتون زندگی میکنم. تو این اتفاقایی که افتاد، مثلا کتاب تیرگان خب یه نمونش در اومده میبینید، بخشی از اینا مثلا 50-60 درصدش تو خارج از کشوره، 50 در مثلا 40 خورده درصدش داخل اینا. در حال حاضر بهترین آثار ادبی ما در خارج داره تولید میشه. یعنی این 100 سالی که گذشت، ایرانی ها 5 دوره تبعید داشتن، تبعید و مهاجرت داشتن. غم‌انگیزترینش تبعید و مهاجرت دوره ایه که حزب دموکرات را انداخت و به یه سری از این چپا رفتن به روسیه، به نظر به شوروی، و از بین 48,000 آدمی که رفتن حدوداً 2,000 نفرشون پیدا شدن، بقیهشون معلوم نشد چی شد. خیلی غم‌انگیزه، یعنی یه سری آدم های آرمان خواه رفتن توی دم و دستگاه استالین به اون کعبه آمالشون و اونجا ذوب شدن، از بین رفتن. این بعد از انقلاب پنجمین دوره مهاجرت تبعیده که 33 سال طول کشید. همینجور ادامه داره، هی موج به موج تبعیدی و مهاجر میده. و جالبه که هر مثلا نویسنده‌ای که میاد، اونایی که داخلا میگن این خوشی زده بود زیر دلش رفت خارج، ولی اینجوری نیست. یعنی یه آدم هایی تا زمانی که میتونن تو ایران کارشون رو میکنن، یه جایی دیگه نمیتونن. یعنی یه جایی حالا به هر دلیلی، من احترام میذارم مثلا مدیر روانی پور، شهریار مندنی پور، نمیدونم خیلی ها، رضا قاسمی مثلا پیش از من اومده، من سال 74 اومدم، یکی با مرگ مواجه میشه میاد، یکی به سطوح میاد، به هر حال نویسنده است، هنرمنده، حساسه. و بخشی از این پیکره در خارج از ایران داره کار میکنه و مینویسه. ما نویسندگانی هم داریم که مثلا 30 سال خارجن، در هلند، در سوئیس، در فرانسه زندگی میکنن. نویسندگانی که هنوز اومده مثلا توی سوئیس داره توی ژنو زندگی میکنه، هنوز داره راجع به مثلا لرستان مینویسه. یا تو اینجایی، تو اروپایی، تو یه دنیای دیگه هستی، تو رومیز امروز نشستی، ولی انگار مثلا ببینید ما اصلا مکانیزم آدم اینجوریه، مکانیزم ماشینی که رانندگی میکنیم هم اینجوریه. یه شیشه بزرگ هست که ما تمام افق رو میبینیم، ولی 3 تا آینه هم داریم، یکی اینجا، 2 تا هم آینه بغل، که گاهی به گذشته نگاه کنیم. اگه میخواییم بریم جلو، تنها مکانیزمش اینه، نمیتونیم رو به اون بر بشیم و بریم جلو، ما باید رو به جلو بشیم. این نویسنده ها که میان میشینن داستان هایی رو مینویسن، مثلا از یه روستایی، از یه شهری، داستانه خطی، حالا البته فرمش مهم نیست، ولی اینکه من همیشه میگم خب این نویسنده وقتی میاد تو اروپا اینجا چی میبینه؟ این همه تجربه، 30 سال تجربه اروپا چی میشه؟ رضا قاسمی میاد، نویسنده خوب، یکی مثل رضا قاسمی میاد، یه ماجرایی داریم، مثلا میگه که هاروت و ماروت، دوتا فرشته‌ای که میخواستن بیان زمین، خدا بهشون میگه که شما نمیتونیم بریم زمین. اونا هم میگن نه، ما میخوام بریم زمین رو ببینیم. میگه خیلی خوب، اگه میریم بریم، ولی اونجا عاشق نشین و با زن نخوابید. اگر عاشق بشید و با زن بخوابید، شما رو در چاه بابل معلق میکنم تا ابدیت، تا زمان پایان ابدیت شما معلق خواهید. و این دو فرشته میان، خب این تو هم
کتاب مقدس هستم، تو قرآن هست، یعنی تو همه فرهنگ ها هست. اینا میان و به هر حال عاشق میشن. یه فیلم خیلی زیبا هست که بیم اندرز ساخته، برلین زیر بال فرشتگان من بی دنیانم، که اگه ندیدین حتما ببینین. رضا قاسمی میاد یه رمان می‌نویسه، مندو رو از جبهه های جنگ میاره تو زیرزمین های پاریس و این دوتا آدم رو میاد، دوتا آدم داره میاره، یکشون نقاشه یکشون من، اینا رو میاره تو زیرزمین تو متروهای پاریس معلق میکنه. یعنی این اسطوره رو میاره به عنوان پشتوانه قرار میده، میاد تو پاریس، گاهی هم از میز گذشته یه لقمه برمیداره میاره جلو. ما نویسنده اینجا هستیم، من الان در آلمان زندگی میکنم، تو آلمان نفس میکشم، ولی یه گذشته هم دارم. چند روز پیش یا چند ماه، دو ماه پیش فکر کنم، منیروی داستانی خوند به نام نعره مستانه. نعره مستانه یه رمانی است که خیلی رمان خنده‌داریه، خیلی طنز بالایی داره. یه زنیه که رفته تو خیابون نعره مستانه کشیده، پلیس اومده گرفتتش، بعد میگه ها بکن، ها میکنه، بعد میبرن تست میگیرن، آزمایشش میکنن. این میگه نعره مستانه ما ایرانی هستیم، شما نمیفهمید، شما آمریکایی‌ها شعور ندارید، ما نعره مستانه همینجوری میکشیم میزنیم. بعد میره خلاصه روی روان پزشک پلیس شروع میکنه رو اون کار کردن و بالاخره سه چیز بهش یاد میده. اون سه چیزش خیلی، البته خب خیلی کلمه‌های لاتی ناجی بود که مانیدو کار کرده و خیلی خوب در آورده، که خانم جون هر چی شد بگو به یه برش. بعد اون زنه هم یاد میگیره، زنه آمریکایی هم یاد میگیره، میرن تو خیابون، پلیسا میان جلو، خانم چی شده؟ میگه به یه برش. همینجوری این همینجوری سه تا کلمه است و با این سه تا کلمه این کار کرده و خب هی میره برمیگرده ایران، میاد اونجا. نویسنده باید این کارو بکنه، یعنی شما هم که حالا تو کارگاه میایید با هم کار خواهیم کرد، خواهید دید. شما رو میز امروز نشستید و از این فضایی که دارید زندگی میکنید باید چیز بردارید، ولی یه گذشته هم دارید، از اون گذشته هم یه لقمه هایی باید داشته باشید. فقط این خوشحالی رو دارم که خارج از کشور این 33 سالی که ما خارجیم یک چیزی به نام ادبیات در تبعید یا ادبیات در مهاجرت شکل گرفته، رنگ و بوی کشور میزبانو داره، هر کسی داره شهر خودشو میسازه، جامعه خودشو میسازه با گذشته هایی که داشته و کار خیلی خوبی داریم. یک کتاب داریم، کتابشو من چاپ کردم سال فکر کنم 2005 چاپ کردم، عارفی در پاریس. نویسنده این کتاب یه استاد فیزیک دانشگاه سوربن، آقای دکتر کامران بهنیا، نویسنده جوونیه، همین یه رمان هم نوشته، ولی یکی از شاهکارهایی است که این 30 سال پدید اومده. یه رمان کوچولوی 100 صفحه‌ای درجه یه. کسانی که کتابش رو دسترسی ندارن میتونن برن تو دوات رضا قاسمی، پی دی افش اونجا هست، اونجا میتونیم. این کتاب به چاپ سوم رسیده، فصل هفتمش البته همش تو پاریس میگذره، ولی فصل هفتمش یه بخشایش هم تو کافه نادری تهرانه. فصل هفتمش خلقت انسان. من تقریبا میتونم بگم اکثر آدمایی که رسیدن به فصل هفتم نتونستن آروم بشنن، گریه کردن، یعنی یه جایی میزنه آدم رو داغون میکنه، اونجایی که شیطان میاد و خلقت انسان رو تماشا میکنه و حسادت میکنه و با خدا شروع میکنه کلکل کردن. و خدا میگه من یه چیزی به این دادم که با بقیه فرق میکنه. میگه یعنی چی؟ میگه این مثلا دردش که میاد گریه میکنه،
یا خب حیوانام گریه میکنن، سرشون میخوره به درخت، به کوه، به سنگ، دردشون میاد، خون میاد، گریه میکنن. میگه نه، این اصلا به جایی نمیخوره، این یه سوزنایی تو کلش گذاشتم که وقتی دردش میاد اصلا لازم نیست به جایی بخوره، به جایی دردشون به بعد گریه میکنه. و خیلی زیباست، خیلی زیبا کار کرده و این آقای دانیش آرشبی رو من معرفی کرد و همیشه ازش سپاسگزارم. برای اینکه یه مثلا دوست آقای دانیش آشوری تو دانشگاه سوربن اومده یه رمانی داده بهش که اینو بخون ببین چه جوریه. آشوری برای من این نامه نوشت که آقا این کتابو به دادش برس. من یه ادیتی مختصر کردم و کتابو چاپ کردم و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. کتاب بسیار زیباست. و الان هم میدونم که یه سری اتفاقات داره میافته، یه سری دارن مینویسن، در جریانش هستم که چه کسانی دارن چه داستانهایی مینویسن. من خودم هم یه رمان خیلی خوشگل دارم مینویسم، خیلی هم براش هیجان دارم، برای اینکه توش یه چیزای جدیدی کشف کردم، هیجان انگیزه و دوستش دارم. امروز میخوام براتون یه داستان بخونم، هم داستان عاشقانه دارم هم داستان آلمانی. نه کدوم دوست داری؟ چرا تو چی بستم؟ عاشق این یه لوپه، یه لوپه. ما موقعی که تو کارگاهمون کار شروع میکنیم، یکی از درسامون منطق‌های نوشتنه. منطق رئالیستی داریم، منطق رویایی داریم، یعنی منطق رویا، منطق مردگان. مردگان برای خودشون یه منطق داره، دیوانگان برای خودشون یه منطق داره. بعد یه منطق داریم که ترکیبی از سه تا منطق رئالیسم، کودک و احسان‌های فضاییه. من اسمش رو گذاشتم منطق شازده کوچولو. یعنی میتونه یه منطقی برات ساخته که تو باور میکنی که با روباه حرف میزنه، با گل حرف میزنه، با مار حرف میزنه و باور میکنی. مهم ساختن اون منطقه. این داستان من اسمش از شاهزاده برهنه با منطق رویا ساخته شده است. همش خواب، یه خواب واقعی. مال فکر کنم 3-4 سال پیش. برهنه بودم، یک شاهزاده برهنه که یک چشمش دنبال آن دختر گیس بلند سفید پوش بود و چشم دیگرش در بین آدم ها میگشت تا شاید غافل شوند و فرصتی پیش آید تا من بتوانم خودم را به ساختمان بزرگ آن سوی حیات برسانم و لباسی چیزی پیدا کنم و بپوشم. تمام ذهنم از عطر کلمات آن دختر سفید پوش پر شده بود. اگر میخواهید با من بیایید. انگشت های کشیدهش را زیر پستان چپش کشید و انگار که نقاشی میکند تاش رنگ را کش داد در گودی کمرش. موهای خرمایی بلندش را رها کرده بود دور صورتش و دستی بگویی نگویی به لبها و چشمهاش کشیده بود که مثلا بیرنگ جلوه نکند. شاید هم هیچ آرایشی در کار نبود و من رنگ آلبالویی لبهاش را ماتیک تصور میکردم و سایه کمرنگ بالای پلکها یا برجستگی گونه‌هاش را نمه رنگی میدیدم. و چه فرقی میکرد؟ زیبا بود، اونقدر زیبا بود که وقتی چشم ازش برمیداشتم دلم از همه چیز سر میرفت. پیرهنی ساده و سفید پوشیده بود و بند کمرش را از پشت پاپیون کرده بود و تو میتوانستی اندام ترکه‌اش را در میان مهمانان با نگاهت بلغزانی تا همینجور مثل پروانه بال بال بزند، به چرخت برگردد، روبرود بیستد، لبخند بزند و انگشت کشیده اش را زیر پستان چپش بکشد. اگر میخواهید با من بیایید. همین بود که من هم دنبالش راه افتادم و به زحمت از میان مهمانان خودم را بیرون کشیدم و خودم را در آن حیات بزرگ یافتم.
گوشه های حیات روی تخت های چوبی دست دسته نشسته بودند و حرف می زدند. سمت راست 4 تخت نزدیک دیوار بود که زنها و مردهایی روی آن نشسته بودند و قلیان می کشیدند یا شربت می نوشیدند. در فاصله تخت ها و میز ها ظرف های پای بلند پر از میوه قرار داشت و دور میز ها شاهزاده های دیگر میوه می خوردند یا به سیگار پک می زدند. سمت چپ هم پر از مهمان بود و کمی شلوغ‌تر. 8 تخت در امتداد همدیگر، چند ظرف پای بلند پر از میوه و باز چند رج میز و صندلی و هر جا عده‌ای دور هم جمع شده بودند. روبروی ما ساختمان کوچکتری بود تماما سفید که درهای چوبی و شیشه های رنگی داشت و در گوشه ای از حیاط درست کنار درخت های خرمالو آشپزها دیگهای غذا را بار گذاشته بودند و سرشان به کارشان بود. دختر سفیدپوش جام شربتم را از دستم گرفت و گذاشت روی اولین میزی که 3 مرد دور آن حلقه زده بودند. یک سیب از میزشان برداشت و به طرف من برگشت. برویم؟ مبهوت ظرافت انگشت‌هاش بودم، مبهوت لب‌هاش و آن نگاه قهوه‌ای‌اش که سر تا پام را برانداز می‌کرد و می‌گفت بیایید. بی اختیار بودم و در حیات به دنبالش راه افتادم و ما به آن ساختمان سفید وارد شدیم. از چند راه رو گذشتیم، از پله‌های بالا رفتیم و او درهای اتاق وسط را باز کرد. نور پنجره‌ها حالا یک طرف صورت و اندامش را روشن‌تر کرده بود و از پنجره نسیم با موهاش بازی می‌کرد. گفت خب بفرمایید و به آرامی چشم خندید. مبهوت ساخهای گندمگون و باریکش بودم و جورابی کوتاه و سفید لب برگردان روی آغاز ساخهاش به من آرامش میداد. میترسیدم حرف بزنم و همه چیز محو شود. میترسیدم پلک بزنم و سحر باطل شود. میترسیدم همه آن چیزی که میدیدم خواب باشد. میترسیدم. گفت تا کسی بویی نبرده بیایید داخل. و موقعی که میخواست وارد اتاق شود سیب را بر لبه پیانوی سیاهی که کنار در بود گذاشت و باز هم لبخند زد. من هم وارد اتاق شدم. دختر در اتاق را بست و بعد آمد کنارم و بعد آمد درست روبروم ایستاد. حالا پرز بین ابروهاش را میدیدم و لرزش نفسهاش و پریدن رگ شقیقه‌هاش. میترسیدم بغلش کنم و از جادوی خواب به دنیای زندگان پرتاب شدم. میترسیدم پیش از آن که او را بوسیده باشم دیگر نتوانم نفس بکشم و ناکام به دنیای مردگان برگردم. میترسیدم. قلبم داشت از قفسه سینه‌ام بیرون می‌آمد. میخواستم فریاد بکشم، میخواستم گریه کنم، میخواستم هیچ حرکتی نکنم، فقط تماشا کنم و نفس کشیدنش را به ذهن بسپارم. دستهاش را به شانه هم گذاشت. بعد نفس قطع قطع شده اش را به صورتم ریخت و از دو طرف بازوهام را با کف دست مسح کرد. گفت لباساتان را در بیاورید و کمک کرد تا کتم را از تنم در بیاورم. می لرزیدم. نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. نمی دانستم خوابم یا بیدار. یک آن تصور کردم که خوابم و در بیداری آن دختر زندگی کنم. در دلم به خودم خندیدم و خیالم را اینجور اصلاح کردم که بیدارم و در خواب آن دختر زندگی کنم. یا نه، ما هر دو خوابیم و داریم زندگی دو نفر دیگر را ادامه می دهیم. یا شاید ما هر دو بیداریم و در خواب کسی به مثال همدیگر رسیدیم. وگرنه من که او را نمی‌شناختم، حتی اسمش را هم نمی‌دونستم. یک لحظه به خودم نهیب زدم که اسمش را بپرسم، اما ترسیدم به محض اینکه چیزی بگویم از این وضعیت خارج شوم و دیگر نتوانم خودم را ببخشم. هیچ نگفتم و او گفت لباساتم را در بیاوری دیگر. کمک کرد که دکمه‌های پیراهنم را باز کنم و من بیان که
نگاه از او بردارم دکمه هام را باز میکردم و دست هام به دست هاش میخورد و دلم هره میریخت و مبهوت بودم از این واقعه عجیب، واقعی که حتی در خواب هم برای کسی اتفاق نمیافتد، تماشای دختری که در اقبال کسی نمیافتد مگر در خواب. ولی من که خواب نبودم، همه چیز را به وضوح میدیدم. تخت خواب بزرگی پشت سر آن دختر سفید پوش پهنه گسترده بود که حتی اگر دام مرگ هم می بود از آن چشم نمی پوشیدم. گفتم ما شاید هزاران سال پیش با هم زندگی می کرده ایم و حالا فرصتی پیش آمده که خاطره ای از زندگی ما در ذهن یکی از ما متصور شده، وگرنه من که او را نمی شناختم، حتی اسمش را هم نمی دانستم، به جز اینکه در آن مهمانی بزرگ لحظه ای از او چشم بر نمی داشتم. دکمه های سراستینم را هم باز کرد و موقعی که پیراهنم را از تنم در می آورد صورتش در شرمی دخترانه به لبخند نشست و آنجا بود که دیدم یکی از دندان های پایینش کمی کج است و فهمیدم که همین کج بودن بگویی نگویی آن دندان دوست داشتنی تر و شیرین ترش میکنه. بعد کمربندم را باز کرد و منتظر ماند تا شلوارم را درآورم. آن را هم از من گرفت و باز منتظر شد که کاملا برهنه شدم. نمیدانستم چه بگویم. صدای قلبم همه صداها را پوشانده بود. همینجور که نگاهش میکردم برهنه شدم. لخت مادرزاد. و او همه لباس هام را روی ساعدش خوابان و با لبخندی دیگر گفت آویزانش را میکنم توی کمد. و از اتاق بیرون رفت. موقعی که از اتاق خارج میشد گفت حالا برمیگردم. من وسط آن اتاق چشم به در منتظر ایستادم. بعد به اطراف چرخیدم. به جز تخت خواب و یک صندلی سبز چرمی دیگر هیچ چیزی در آن اتاق نبود. از بالای پرده ها و از هلال بالای پنجره ها نور تند آفتاب بعد از ظهر بهار به درون میریخت و سقف را تا آن سر اتاق روشن میکرد. آیا لحظه آخر دنیا بود؟ آیا این چهره واقعی عشق بود که تا آن موقع هیچ نشانی از آن نداشتم و هیچ ردی بر دلم نمانده بود؟ آیا من مرده بودم و این تصویر پایانی زندگیم بود؟ آیا خواب بود؟ آن نگاه های هراسان، آن لبخند ها، آن دندان کج و همه آن اغواگری را در خواب دیده بودم؟ دست هام را به هم کوبیدم و صداش را شنیدم. به صورتم دست کشیدم. صدای مهمانان که حرف می زدن گنگ و هیاهوگار بر در و دیوار لنبر می خورد. صدای کمرنگی از موسیقی هم بود. فهمیدم که هستم و من دست هام را باز به صورتم کشیدم. پلک زدم و بعد به کنار پنجره رفتم و گوشه پرده را کنار زدم. مهمان ها در آن حیات بزرگ همه مراقب من بودند. تا مرا دیدن با انگشت به همدیگر نشانم دادن و چیزی گفتند. دست دسته می گفتند و می خوردند و می نوشیدند و اگر کسی سیگاری دود می کرد دودش را پف می کرد به طرف من. پرده را تندی انداختم و به کنار تخت برگشتم. بعد دلم به شور افتاد. آیا آنجا دام مرگ بود و انقریب بلایی سرم می آورد؟ گفتم چه اهمیت دارد؟ عشق و وصال و مرگ همه از یک جنس و طایفه هم. بگذار آن دختر سفید پوش بیاید. بهش خواهم گفت بر همین تقدیر میمانم و تا آخر راه میروم. حتی اگر دو قدم به مرگ مانده باشد هر دو قدم را با او برخواهم داشت. اما نیامد. هرچه صبر کردم نیامد. بعد در اتاق را گشودم و شروع کردم به جستجوی او. هیچ کس در راه رو نبود. سیب را از لبه پیانو برداشتم، گاز زدم. عجیب خوش عطر بود. تمامی آن سیب را خوردم. نمیدانستم دانه ها و چوب سر سیب را کجا بیاندازم. همه جا از تمیزی می درخشید. در و دیوار همه سفید بود. از پله ها پایین رفتم، در راه رو چرخیدم. به اتاق ها سر کشیدم، همه اتاق ها خالی بود. نه از دختر خبری یافتم نه از لباس هام.
دوباره بالا رفتم. گفتم شاید جایی را از چشم انداختم. کمی در اتاقهای بالا چرخیدم، کمی در اتاقهای پایین، ولی هیچ نشانی از کسی نیافتم. فقط در اتاق کنار در ساختمان دیدم لباسهای کسی جوری از تنش در آمده که انگار تا همین حالا آنجا بوده و یک باره پر کشیده از توی لباسهاش بیرون رفته است. وهم برم داشت. از ساختمان سفید بیرون زدم. برهنه بودم. یک شاهزاده برهنه که یک چشمش دنبال آن دختر سفید پوش خندان بود و چشم دیگرش در بین مهمانها میگشت تا شاید فرصتی به دست آورد که بتواند خودش را به آن سو، به این سو، به طرف ساختمان بزرگ برساند، لباسی پیدا کند و بپوشد. من در گوشه ای از حیات برابر یک دختر موخورمایی شاداب ایستاده بودم و نمیدانستم چرا از بین این همه آدم لطفش شامل حال من شده و دنیا را برابر چشمام تیره و تار کرده که نتوانم لحظه ای از او چشم بردارم. لبخندی زد و گفت اگر میخواهید با من بیایید. و انگشت های کشیده اش را جوری زیر پستان چپش کشید که نفسم قطعه قطعه شد و دستش را جوری در گودی کمرش محو کرد که خم شدم تا رد انگشت هاش را در تاب ترکیه اندامش بگیرم. درست در همین لحظه که سرم را بلند کردم، شاهزاده‌ای برهنه در بر درگاه ساختمان سفید دیدم که هراسان از آنجا خارج می شد و هیچ به این فکر نمی کرد که برهنه است و هیچ به صرافت نیفتاده بود که لباسی چیزی پیدا کند و خودش را بپوشاند. همه نگاهش می کردن و زیر لب چیزی می گفتن. دختر موخرمایی، دختر موهای خرمایی بلندش را رها کرده بود دور شانه هاش و با چشم های براقش چنان من را اغما می کرد که لال شده بودم. نمی دانستم چه بگویم. صدای قلبم همه صداها را پوشانده بود. فقط نگاهش می کردم. گفت با من بیاید. و درست در آستانه تاقی ها جام شربتم را از دستم گرفت و گذاشت روی اولین میزی که سه مرد دور آن حلقه زده بودند. با تردستی یک سیب از روی میزشان برداشت و به طرف من برگشت. برویم. و ساختمان سفید روبرو را نشانم داد. تپش قلبم چنان شدت گرفته بود که می ترسیدم پیش از رسیدن به آن ساختمان سفید نفسم بند بیایم یا دنیا از چرخش بیستن و یک باره کسی بگوید این آخرین لحظه دنیاست. برای همین بیان که حرفی بزنم دنبال آن دختر سفید پوش سیبا راه افتادم. یه لوپ بود که دوباره من یه بار دیگه اومدم این بار باز دوباره خودم اونجا دیدم و این هی تکرار میشه.